توی ویدیو امروز همراه ما باشید. میخوام براتون ماجرای این که چی شدش ناصر ملک مطیعی از معلم ورزش تبدیل به بازیگر شد رو براتون تعریف کنم. همینطور راجب پدر پولدار سینما دارش و همینطور اتفاقات تلخی که براش بعد از انقلاب افتاد و به خاطر فقر شدیدی که داشت مجبور شد توی فروشگاه کارگری بکنه. با ما همراه باشید. امروز حقایقی باور نکردنی رو از زندگی شخصی ناصر ملک مطیعی با هم مرور میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب ناصر ملک مطیعی متولد 8 فروردین ماه سال 1309 در شهر تهران هست. اون بازیگر و کارگردان معروف قبل از انقلاب هستش که بعد از انقلاب به خاطر مشکلاتی که داشت متاسفانه نتونست کار بازیگریش رو ادامه بده. اون تحصیل کرده مقطع دیپلم رشته تربیت بدنی از دانشسرای عالی تهران هست که از معلمی به تئاتر و سپس دوبلوری رسید و به عنوان بازیگر هم جلوی دوربین خوش درخشید. ناصر ملک مطیعی در منطقه معروف دروازه شمیران تهران به دنیا آمد. پدرش کارمند پست و مادرش خانه‌دار بود. دبستان را از مدرسه سادات شروع کرد و در مقطع دبیرستان وارد مدرسه علمیه شد و کنارش در هنرستان هنرپیشگی هم مشغول یادگیری بازیگری شد. پدرش سال 1314 وقتی که اون 5-6 سالش بیشتر نبود در خیابون سیروس سینما شرق رو تأسیس کرد که جز اولین سینماهای اون موقع به حساب می اومد. البته بعد از چند ماه به خاطر اینکه نتونست دخل و خرجش رو با هم میزون کنه و حسابی سر سینما متضرر شد، مجبور شدش که این سینما رو تعطیل کنه. پدرش کارمند وزارت پست و تلگراف و تلفن بودش و از همون موقع هم خودش و هم پدرش عشق زیادی به سینما داشتن. اما ماجرای بازیگر شدن این هنرپیشه هم جالبه. خودش اینجور تعریف میکنه که در مدرسه عضو انجمن ورزش بودم و انجمن نمایش رو هم ادامه میدادم و به خاطر انشای خوبی که داشتم نمایشنامه هم مینوشتم و به شکل تئاتر اونها رو اجرا میکردم. از حدوداً 18 سالگی کنار درس و مدرسه به هنرستان شبانه هنرپیشگی هم رفتم و تو اونجا با خانم جاله علوف آشنا شدم که اون خیلی مشوقم بود و کمکم کرد که بتونم بازیگر بشم. توی همون ایام فعالیت در هنرستان هنرپیشگی پیش دکتر اسماعیل کوشان که بعداً مؤسس استودیو میترافیلم و پارس فیلم هم بود و تازه از آلمان اومده بود تست بازیگری دادم. به این ترتیب در سال 1328 وقتی که 19 ساله بودم در صحنه کوتاهی از فیلم واریته بهاری تونستم بازی بکنم و عملا توی اون تست موفق بودم و رضایت کارگردان رو برآورده کردم. بعد از دیپلم به عنوان معلم ورزش مشغول به کار شدم تا اینکه سال 1330 برای دومین بار در فیلم شکار خانگی دوباره نقش کوتاهی رو در حد بیان یکی دو تا جمله کوتاه ایفا کردم. خلاصه گذشت تا اینکه یک سال بعد با فیلم ولگرد قرارداد حرفه‌ای بستم و یه نقش خوب رو تونستم اجرا کنم و توی اون نقش بسیار دیده شدم و مورد توجه قرار گرفتم. اما ناصر ملک مطیعی روند پیشرفتش رو خیلی زود طی کرد. اون در سال 1332 در فیلم گرداب بازی کرد که نخستین فیلم رنگی ایرانی به حساب می اومد. با این حال شهرت ایشون با فیلم قیصر در نقش داش فرمون شروع شد. اون بعد از قیصر در فیلم توقی سال 1349، فیلم پهلوان مفرد در سال 50 و فیلم قلندر در سال 51 و سریال سلطان صاحب قران در سال 54 حسابی درخش و محبوبیتش رو حسابی بیشتر کرد. ناصر ملک مطیعی مدعی هستش که فردین رو اون وارد سینما کرد. خودش در مورد ورود فردین به سینما میگه: من خودم فردین رو وارد سینما کردم. مرحوم تختی فردین رو به من معرفی کرد و از من خواست که اون رو به سینما معرفی کنم. همونطور که میدونید فردین قبل از اینکه بازیگر بشه کشتیگیر بود و در کنار جوان پهلوان تختی کشتی میگرفت. تختی هم از دوستان نزدیک ناصر ملک مطیعی بود و اینجور که حالا ناصر ملک مطیعی میگه از طریق تختی فردین رو برای یه پروژه سینمایی انتخاب کرد و اون رو وارد دنیای سینما کرد. خودش
در مورد این قضیه با فروتنی صحبت میکنه و میگه هیچگاه به این قضیه فکر نکردم که اون رو من جلوی دوربین آوردم. همیشه خم شدم تا دیگران از من بالا برن. هیچ وقتم حسادت نکردم و دلخور هم نشدم چون به خودم معتقد بودم. اما این بازیگر پرکار دوران قبل از انقلاب که توی فیلم‌های زیادی نیفای نقش کرده بود و محبوبیت زیادی رو به دست آورده بود، متأسفانه بعد از انقلاب خیلی کم کار شدش و عملاً نتونست دیگه کار بازیگری رو انجام بده. اونجور که خودش تعریف می‌کنه، سال‌های 57 و 58 در اوایل انقلاب روزهای سختی برای اون بود. در مورد دادگاه انقلاب میگه بعد از انقلاب برای من مشکل خاصی پیش نیامد. مسئله دادگاه انقلاب فقط بود که خب همه دوستان احضار شدن و طبیعی بودش که مسئولان جدید میخواستن با ما آشنا بشن. یه تعهدم از من گرفتن که کاری برخلاف نظر اونها انجام ندم. من همونجا به اونها گفتم که من دیگه از بازیگری خسته شدم و اصلا اگه بذارید هم دیگه نمیخوام کار بکنم. اما سخت شدن شرایط زندگی بعد از انقلاب ناصر ملک مطیعی رو مجبور کرد که مثل خیلی از هنرمندای دیگه به فکر مهاجرت بیفته. اون بعد از انقلاب به خارج از کشور مهاجرت کرد و اونجا چون کار بازیگریش رو نتونست ادامه بده، مجبور شدش که توی فروشگاه به صورت کارگری کار بکنه. اون بعد از 6 ماه به خودش اومد و گفتش که من که اینجا دارم کارگری میکنم و توی فروشگاه کار میکنم، خب چرا این کار رو توی مملکت خودم نکنم؟ و این شدش که خیلی زود به ایران برگشت. اون میگفتش که میخواستم از خودم کار بکشم، برای همین بلند شدم و به ایران اومدم که توی اونجا کار بکنم. اما در ایران اون در مورد تأسیس شیرینی فروشیش که اولین کسب و کارش بعد از انقلاب بود میگه خونه بزرگی در خیابون ونک داشتم که گوشه حیاتمون اتاقهای کوچیکی داشت. به توصیه رفقا و همینطور خانومم که خدا رحمتش کنه، این اتاقهایی رو کمی بزرگ کردیم و یه شیرینی فروشی اونجا درست کردیم که خب کسب و کارمونم گرفت و موفق شدیم درآمد خوبی رو از اون طریق به دست بیاریم. ناصر ملک مطیعی در مورد بزرگترین لذت زندگیش میگه من به شدت عاشق سفر کردن هستم و از سفر هیچ وقت خسته نمیشم. هر وقت که از روزگار خسته میشم و دچار روزمرگی میشم، سوار ماشین میشم، به جاده چالوس میزنم و سفر میکنم، چون به این کار خیلی علاقه دارم. من با ماشین خودم خارج از کشور هم بارها سفر کردم. میتونم بگم 15 بار مسیر تهران تا اروپا رو با اتومبیل خودم طی کردم. راستش تازگی ها به دلیل کمردرد و پادرد نمیتونم زیاد راه برم، اما با همین وضعیت هنوز هم تا چند وقت پیش پشت فرمون میشستم و کلن از سفر و جاده لذت میبرم. ناصر ملک مطیعی با اینکه حالا خیلی شاید در ظاهر نشون نده، ولی خب آدم معتقدی است و اعتقادات زیادی به امامان شیعه داره. اون خودش میگه زیارتگاه ها خیلی توی حال روحی من تأثیر داره. مثلا امام رضا، همیشه به ایشان علاقه دارم و با امام رضا درد و دل میکنم و خواسته هام رو از ایشون میخوام. یکی از عادت های مرحوم ناصر ملک مطیعی مطالعه روزانش بود. اون خودش میگه مطالعه مونس من در تمام سالهای زندگیم بود. در کتابخونه‌ام حدود 3000 جلد کتاب دارم، نه اینکه فقط دکوری باشه، و همشون رو چندین بار خوندم و مطالعه کردم. اینم چیزی نیستش که تازگی عادتش رو به دست آورده باشم. از کودکی وقتی که کلاس پنجم دبستان بودم این عادت کتابخونی در من شکل گرفت. اما ماجرای بازگشت ناصر ملک مطیعی به تلویزیون و سینما هم کمی دردناک هستش. سالهای بعد از انقلاب ناصر ملک مطیعی هیچ وقت نتونست توی فیلم یا سریالی ایفای نقش بکنه، ولی خب بعد از 35 سال دوری از سینما، ناصر ملک مطیعی در فیلم نقش نگار علی عطشانی تونستش یه سکانس خیلی کوتاه رو در سال 92 بازی بکنه که خب این سکانس کوتاه رو هم حتی توی بعضی از نسخه های فیلم حذف کرده بودن و اجازه نداده بودن اون توی این فیلم هم حضور داشته باشه. جالب بدونید که ناصر ملک مطیعی هم مثل خیلی از هنرمندای دیگه قبلا کار ورزش انجام میداده و عاشق کشتی و فوتبال بوده. اون در مورد علاقش به ورزش میگه طبیعتا فوتبال ورزش محبوب همه دنیاست. من همون رو دوست دارم. اما ما ایرانی ها
به کشتی هم به طور ذاتی علاقه داریم و اگه از این رشته فاکتور بگیری من به کوهنوردی، ورزش باستانی و والیبال هم علاقه دارم. ولی خب کوه یه چیز دیگه است برای من. جالب بدونید که اون توی دوران جوانیش قبل از بازیگری کشتیگیری هم میکرده. به واسطه یه تحصیلاتش که توی رشته تربیت بدنی بوده در فیلد کشتی رشتهش رو انتخاب کرده بود و تا سطح حرفه‌ای هم حتی اون رو ادامه داد. در مورد کشتیگیریش و اینکه چی شد اون رو کنار گذاشت خودش تعریف میکنه که توی دوران جوانی کشتی رو خیلی دوست داشتم و حرفه‌ای اون رو دنبال میکردم، ولی بعد از اینکه در 21 سالگی با فیلم ولگرد در سینما مشهور شدم به خاطر الزامات بازیگری مجبور شدم که کشتی رو رها بکنم و دیگه ادامهش ندیدم. الزاماتش هم بیشتر در مورد این بود که میترسیدم یه وقت گوش یا بینیم بشکنه یا توی صورتم اتفاق یا تغییر ایجاد بشه که شانس ادامه بازیگری رو از دست بدم. واسه همین بین کشتی و بازیگری ترجیح دادم که بازیگری رو انتخاب بکنم. ناصر ملک مطیع سالها پیش با خانم میهن ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک پسر به نام امیرعلی و یک دختر به نام شیرین هستش. ایشون خانومشون چندین سال پیش متاسفانه فوت کرد و آقای ملک مطیعی هم در سوگ همسرش هیچ وقت ازدواج نکرد. اما یکی از بیمهری ها و اتفاقات تلخی که برای ناصر ملک مطیعی در ماهای پایانی عمرش اتفاق افتاد حضور ایشون در برنامه دورهمی مهران مدیری بودش. ایشون در اوایل سال 1397 بعد از 40 سال دوری از قاب تصویر به دعوت مهران مدیری در برنامه دورهمی حضور پیدا کرد و یه گفتگوی جالب رو هم با ایشون ضبط کردن. ولی خب با اینکه حتی تبلیغ و تیزرهای این قسمت از تلویزیون پخش شده بود، درست در لحظه نود مثل اینکه مسئولان با پخش این قسمت مخالفت کردن و اجازه پخش رو ندادن و این نسخه هم کلن نابود شد و هیچ وقت هم توی هیچ جا پخش نشد. ایشون حتی یک بار هم به برنامه من و شما آرش زلی پور دعوت شده بودن که این برنامه هم اجازه پخش و اجرا نگرفت. متاسفانه توی همون سال در 4 خرداد ماه سال 1397 ناصر ملک مطیعی به دلیل عود بیماری و نارسالی کلیه در سن 88 سالگی برای همیشه چشم از جهان فرو بست. پیکر ایشون رو روز بعد با حضور جمعی از اهالی سینما و مردم از خانه مقابل خانه سینما تشییع کردن و در قطعه هنرمندان در کنار دوست دیرینش محمد علی فردین به خاک سپردن. امیدواریم که روحش شاد و در آرامش باشه. حتما اگه با فیلم های این هنرمند قدیمی و محبوب کشورمون خاطره دارید اسم فیلم مورد علاقتون رو برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و به همون نظرتون رو راجع به این بازیگر خوب برامون کامنت بذارید. یک دنیا هم برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.